اینکه سوریه هم چندی دیگر در برابر فاجعه‌ای دیگر به صفحات دور فراموشی تاریخ برود با اتوبوس یا نه شکی نیست. حالا دوره و زبان تانک هاست. گفته دیروز این برنامه را امروز نشریه لاکروا تکرار کرده. در حلب روسیه و جمهوری اسلامی برنده شدند. عکسی در برابر صحنه شهرداری پاریس برای همدردی. اما در موصل عراق هم وضع چنین است. اینجا زمانی ایستگاه اتوبوس بوده است. امروز آقای پوتین به ژاپن سفر می کند. اختلاف 71 ساله این دو کشور جزایر کوریل است. خبر منتشر شده امروز 27 همین ماه در مسکو، ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه گفتگو خواهند کرد. عنوان مقاله نشریه اسلیت جای تفکر دارد. چرا امریکای ترامپ عاشق روسیه پوتین شده است؟ برای سازمان‌های اطلاعاتی امریکا نفوذ روسیه در انتخابات حتمی و قطعی است. از طرف دیگر خانم کلینتون به گفته نشریات امریکایی پرهزینه ترین رقابت‌های انتخاباتی را با 1,200,000,000 دلار برگزار کرد. ایوب الخزایی تروریستی که قصد داشت در قطار آمستردام پاریس مسافران را به گلوله ببندد و 4 توریست امریکایی مانع شدند، دیروز 5 ساعت در دادگاه صحبت کرد و به برخی از مقاصدش اعتراف نمود، از جمله روابطش در سوریه و ملاقات با ابو داوود. اما مادری دیگر، مادر بیلان حسبی، یک تروریست، او نیز حرفش نیاز به درک واقعیت‌ها را دارد. به من میگویید فرزندم تروریست؟ اگر ممکن بود حاضر بودم جانم را بدم تا چنین نشود. من مادرم به همین تروریست فرزند من است. آقای برونو لورو وزیر جدید کشور فرانسه نشست‌ها و پرونده‌های افراطیون مذهبی را دنبال می‌کند. این روزها گوشت حلال، نحوه وجودش و ارقام مربوطه به آن 5.5 میلیارد یورو به بحث و بررسی گذاشته شده است. کارخانجات فراری برای 50مین سال تأسیس خود مدل G50 را فقط 10 دستگاه ساخته، اما رقم فروش آن را اعلام نمی کنند. این عکس ها از نشریه پاریماچ است که گزارش از کوچ عشایر نام گرفته. برداشت زیبایی از طبیعت، رنگ های متفاوت، عکس ها عطر و بوی ایران دارد. زیبایی های ایران همیشه زیباتر است. این عکس تونلی است که همین یک شنبه به عنوان طولانی ترین تونل به طول 57 کیلومتر در سوئیس بین زوریخ و میلان افتتاح شد. زیبایی و عظمت و آرزوی داشتنش در هر کشور. اما خبر اول امروز وزارت خارجه سوئیس میگوید فاصله و تفکرمان بسیار است. نشستی برای حراست و تدبیر حفظ 6 پارک ملی در سوئیس امروز برگزار شد. جشن 29مین سال تأسیس گروه حماس در خان یونس در غزه. و بالاخره شهرداری پاریس تصمیم گرفت کوچه و خیابانی را به نام استیو جابز بر نگزیند. افسوس، ای کاش استیو جابز قبل از آدم و حوا خلق شده بود. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.